از من حالا گروهی هم میگه سلام عرض میکنم، صبح همگی بخیر. من اسمم مهدی زاره هست، رشتم زلزله شناسی هست و از رشته زمین شناسی به زلزله شناسی رفتم، یعنی از دوره لیسانس زمین شناسی در نهایت دکترای زلزله شناسی گرفتم. امروز میخوام یه مقدار در مورد زمین و یه مقدار رشته زمین شناسی و شاید این مدار کاربردش اگر شما سوال داشته باشید براتون صحبت بکنم. من اول یه چند تا اشاره خیلی کلی میکنم، خیلی خیلی مختصر در حد چند تا اسلاید معمولی و اولیه. از زمین شما چه چیزایی ممکنه به عنوان مسئله به یادتون بیاد؟ یه مدار مسئله آب که این روزا مسئله جدی است، درسته؟ مسئله‌ای که الان در خیلی از جاهای کشور ما به عنوان موضوع خوشسالی مطرحه و خیلی از شماها در اصل پدر بزرگا و مادر بزرگاتون مال شهرهایی هستن که مشکل آب اونجاها وجود داره و میدونید در از زمین منابع مختلف میاد بیرون، یعنی انسان استفاده از زمین رو البته با کشاورزی شروع کرده ولی باز از منابع خاک بوده که این اتفاق تونسته بیفته، یعنی بشر با استفاده از منابع زمین تونسته حیات خودش رو شکل بده و دخالت انسان در منابع مختلف میتونسته دو تا منبع دو تا جنبه داشته باشه. یه جنبه جنبه پایداره، یعنی موقعی که بشر میتونسته با همین زمینی که هست زندگی بکنه و ازش استفاده بکنه. یه موقعی هست که به دلیل دخالتایی که انسان در طبیعت کرده موجب گرم شدن و خشک شدن شده و این اتفاق که امروزه داره در جاهای مختلف دنیا به صورت گرم شدن زمین هرچی بیشتر میفته یه مقدار زیادیش حاصل دخالت انسان ها به ویژه در 300 سال اخیره، یعنی این کاری که متاسفانه موجب گرفتاری بشر در دهه های آینده هم خواهد بود. حالا من یه نکته ای رو میخوام به شما یادآور بشم بچه ها، لطفا دقت کنید. علم زمین شناسی عمدتا مربوط به 200 سال اخیره، هرچی که از زمین شناسی میدونیم از 200 و حدود 220 سال اخیره، ولی یه قسمت زیادی از زمین شناسی شاید در 100 سال اخیر توسعه پیدا کرده. یکی از نظریه‌های مهمی که در این علم خیلی به بشر کمک کرده نظریه همرفته یا کانوکشن. نظریه همرفت در گوشته میگه به دلیل جریان‌های حرارتی که در داخل گوشته زن، چون ما یه پوسته سخت داریم زیرش گوشته داریم و بعدش هسته. یه دانشمند انگلیسی به نام هولمز در 1919، یعنی نزدیک 100 سال پیش، چون 2019 که بشه الان 2017، 98 سال پیش این نظریه رو درست کرد که گفت اگر در نظر بگیریم که به دلیل جریان‌های حرارتی یک همرفتی وجود داره در گوشته زمین، این موجب ساختن پوسته در وسط اقیانوس‌ها میشه و
باز شدن وسط اقیانوس ها با فرورانش در کناری محل سخت قاره ها همراهه. و این موضوع این تلگرام هم من یه لحظه قطع کنم شما نه چشاتون رو نگیرید شما نه یه لحظه یک لحظه فقط دوستان یه لحظه نه حواس شما رو پرت میکنه من راحتم نه تموم شد حل شد خب این نظریه کمک کرد بچه این نظریه به بشر کمک کرد تا یه حد زیادی بشر بتونه توضیح بده که چرا پوسته حرکت میکنه و چه اتفاقاتی در سطح زمین میفته و نظریه زمین ساخت برقی یعنی اینکه سطح زمین از قطعه‌های سخت تشکیل شده که جابجا میشه نسبت به هم دیگه و به همین دلیل است که معادن کانسارها به وجود میان و بعد به همین دلیل است که زلزله ها به وجود میان ریشش از همین نظریه شروع شد نظریه همرفت یعنی نظریه بود که یه تحول مهمی رو در علم زمین عملا در ابتدای قرن 20 ایجاد کرد البته همونطور که گفتم نظریات دیگری مثل نظریه ایزوستازی یعنی تعادلی که بخش‌های مختلف پوسته داره نسبت به گوشته در قبل‌ترش حدود 20 سال قبلش در 1889 مطرح شده بود اونم باز دوباره کمک می‌کرد برای توضیح این که نشون بده چرا چطور کوه‌ها و دشت‌ها در سطح زمین شکل گرفت خب اگر دقت بکنید رفتن انسان به فضا 1961 اتفاق افتاد یعنی چه یعنی 56 سال پیش الان امروز 12 آوریل 1961 اولین انسان به فضا رفت یعنی 56 سال پیش یه چند روز قبل‌تر اولین دستیابی انسان به فضا بود شناخت علم زمین مربوط به عمدتاً 200 سال اخیر ولی بیشترش مربوط به 100 سال اخیر پس شما میبینید عرصه‌های مختلف علم خیلی جدیدن خیلی خب من از اینا بگذرم یکی از چیزهایی که کمک میکنه علم زمین شناسی شناخت زلزله هاست زلزله ها پدیده هایی هستن که در جاهای مختلفی که جمعیت های زیادی هم وجود داره مثل کشور ژاپن یا مثل کشور هایتی وجود دارن و موجب خسارات تلفات میشن در کشور ژاپن به دلیل اینکه مردم در جامعه زندگی میکنن که پایداری داره و تاب‌آوری خوبی داره آسیب کمی میبینن ولی در کشور هایتی به دلیل اینکه جامعه زیرساختش خیلی ضعیفه آمادگی ندارن وقتی زلزله اتفاق میفته 300,000 نفر از بین میرن و عملا دولتش هم ساقط میشه و این باز زلزله ونچوان چینه که وسط روز اومد و 80,000 تا کشته داد حدود 50,000 تاش فقط بچه‌هایی بودن که تو مدارس از بین رفتن به خاطر ناپایداری مدارس یکی از کاربردهای علم زمین ذوب فلزاته البته از نتایجی که بعد از زمین شناسی حاصل میشه یعنی با انسان کانسارهای مثل فلزات مختلف رو از زمین استخراج میکنه و بعد با ذوب فلزات میاد چیکار میکنه تمدن خودش رو شکل میده این تکنولوژی که الان دور و بر ما هست تو همین اتاق هم فراونه نرده روی دیوار در پنجره اینا رو درست میکنه خب ببینید ما یه مسئله ای رو الان باهاش مواجه هستیم این عکسی که میبینید مربوط به سد لاتیانه بچه ها سد لاتیان 50 سال پیش 1346 درست شده الان 1396 تو این 50 سال یک قسمت از تأمین آب تهران مربوط به سد لاتیان بود سد لاتیان 98
8 میلیون متر مکعب آب رو میتونه پشت خودش نگه داره. این روزها حد اکثر آبی که میتونه بیاد پشت چند بشه یه چیزی حدود 50-70% ماکسیموم حجم دریاچه است. یه نکته رو میخوام شما بهش فکر کنید. سال 46 که این سد ساخته شد جمعیت تهران حدود 2,500,000-2,600,000 نفر بود. امروز جمعیت تهران چقدره؟ در روز که الان ما داریم با هم همین ساعت داریم با هم صحبت میکنیم حدود 13.5 میلیون جمعیت در تهران است. حدود 4.5 میلیون نفر جمعیت به دلیل کار روزا میان به تهران از اطراف و شبها تهران ترک میکنن میرن به کرج و پردیس و ورامین و شهرهای دوروبر تهران. در شب حدود 9 میلیون جمعیت در تهران. خب جمعیت شب تهران امروز در نظر بگیریم نسبت به 1346 یعنی 50 سال پیش چند برابر میشه؟ 4 خورده ای برابر. خب جمعیت روز در نظر بگیریم چقدر میشه؟ بیش از 6 دیگه. آره دیگه 6 2. بله 6 خورده ای. بله حالا من یه سوال از شما دارم. آیا طبیعت اینو لطفا به این دقت کنید، آیا طبیعت منابع آبش، طبیعت اون چیزی که زمین هست، رودها هست، کوه ها هست، بارندگی هست، آیا منابع آبش نسبت به 1346 بیشتر شده؟ خب ولی جمعیت الان به قول شما 4-6 برابر بیشتر شده. الان چه اتفاقی میفته؟ چیکار باید بکنیم؟ کم آبی داریم. مسئله بینی که شما گفتین راه حله. نه باید یه راه حل براش پیدا کنیم. باید بریم نه اول باید بریم دوش بدید دوش بدید بچه ها اول باید بریم منابع. اگه شروع کنید الله نمیدم اول باید بریم منابع جدید آب پیدا بکنیم. خب یک سدهای جدید برم باید بزنم زدن دیگه. سد لار رو رفتن زدن، بعد عرضم بود سد ماندور رو زدن، سدهای مختلفی اومدن زدن تا منابع آب تهران رو تامین کنن. خب باز همه سدها رو که بزنن باز از یه حدی بیشتر دیگه جواب نمیده دیگه. یا باید رشد جمعیت رو متوقف کنیم در تهران یا جمعیت دیگه نیاد به تهران. بیشتر جمعیت که به تهران میاد مهاجرینن، مهاجرین نباید به تهران بیاد. نکته دوم این هستش که حالا یا زندگی رو گرو کنیم که مردم نه. نکته دوم اینه که درست مصرف کنیم، صرفه‌جویی کنیم، آبو هدر ندیم. نکته سوم به نظرتون چیه؟ راه حل می‌خوایم از همین منابع آب بهتر استفاده کنیم. چه جوری استفاده بینه چه جوری؟ از آب‌های بگید. از آب‌های زیرزمینی. یه راه حل دادن. میگن از آب‌های زیرزمینی استفاده کنیم. این راه حل بچه‌ها لطفا. بچه‌ها لطفا توجه کنید. از آب‌های زیرزمینی استفاده می‌کنیم. از آب‌های زیرزمینی استفاده می‌کنیم. اون چند آب‌های زیرزمینی چند تا مسئله دارن در شهرهای بزرگ. به دلیل اینکه جمعیت زیاده اینجا هست، فاضلاب آب‌های زیرزمینی آلوده می‌کنه. شما به راحتی نمی‌تونید از آب‌های زیرزمینی استفاده کنید. مدام باید اینا رو تصفیه کنید. مدام باید اینا رو تصفیه کنید. پس یادتون باشه همه این راه‌ها رو که برید محدودیت وجود داره. منابع محدود، استفاده هم باید محدود باشه، نمیتونه نامحدود باشه. علم زمین به شما کمک میکنه که بفهمید چه منابعی دارید، چقدر منابع آب دارید، چقدر میشه از اینا استفاده کرد، به چه ترتیب. خب بعد مدیریت منابع آب رو بریم انجام بدیم. حالا این یه عکسی که میبینید این به نظر شما این ساختمون چند طبقه بوده؟ 3 لایه ها رو بس
بشمارید. این لایه ها رو بشمارید. یک، دو، سه، چهار. این ساکن اون چهار طبقه بود. خب؟ ولی الان قد ساختمون چقدره؟ قد یه طبقه. یعنی ساختمون کلاپس کرده یا فرو ریخته. به دلیل زلزله‌ای که در وان ترکیه اتفاق افتاد این ساختمون اومده. یعنی سقف آچه توجه کنید نکته مهم. سقف کف زمین چسبیده. اگر ساختمون ها دیوارهای مثل پلاسکو که فرو ریخت درسته، اگر ساختمون ها دیوارهای قوی نداشته باشن، موقعی که زلزله از نیروی زلزله از یه حدی فراتر باشه موجب چی میشه؟ موجب میشه که دیوارها فرو میریزن و سخت میاد پایین. خب این اتفاق در زلزله وان ترکیه افتاد. عوارض دیگه‌ای که در زلزله میتونه اتفاق بیفتن، یکیش آتش سوزیه. یه نمونه کوچکی بدون زلزله‌اش در پلاسکو دیدین. یکی دیگه سونامیه. سونامی در نواحی ساحلی، چه ساحل اقیانوس‌ها، مثل اون چیزی که در ژاپن اتفاق افتاد و در اندونزی اتفاق افتاد. و این سونامی موجب شد در ژاپن حدود 20,000 کشته و در اندونزی حدود 300,000 کشته به جا بذاره. چرا اندونزی ده برابر بیش از ده برابر تلفات داد؟ کشور ژاپن کشور ایمنی است نسبت به سوانه به طور نسبی. این ایمنی با علم حاصل شده و تونستن از با استفاده از علم و تکنولوژی میزان تلفات خودشون رو بیارن پایین. علم مهندسی زلزله در 60 سال گذشته یه هدف مهم داشته و اون ایمنی جانی بوده، اینکه انسان‌ها کمتر کشته بشن. خب الان میگم خب یکی از جان الان میگم ببینید یکی از مسائلی که تو سالهای اخیر باش خیلی مواجه هستیم مسئله طوفان و گردباده. در سال 93 که میشه 3 سال پیش، در سال 93 یه طوفان اتفاق افتاد در تهران، 8 نفر کشته شدن. وسط روز یعنی حدود ساعت 4:30 بعد از ظهر این طوفان موجب شد که هوا تاریک شد، مثل تقریبا عصر، یعنی نور خورشید دیده نمیشه و یه سری از درخت ها و اینا رو ریخت و موجب شد 8 کشته در تهران اتفاق بیفته. منابع این ریزگرد ها و طوفان ها خوشسالی هایی هستن، مثلا یکی که نزدیک تهران در دشت های اطراف تهران اتفاق افتادن، دشت هایی که خوش شدن و با یه طوفان خاک بلند میشه. بچه توجه کنید دریاچه ارومیه اگر خوش بشه کلش میشه، نه هنوز کامل نشده، تبدیل میشه به منبع طوفان نمک. باد که بزنه نمک بلند میشه به این ترتیب و تمام مردم اطرافش به شهره اطراف رو سیما نمیریزن. الان دارن سعی میکنن احیاش بکنن، یعنی با بازگرداندن آب به دریاچه ارومیه دارن سعی میکنن که دریاچه ارومیه رو برگردونن به حیات طبیعی. نمکش رو همیشه استفاده میکردن به عنوان معدن نمک، از دریاچه ارومیه استفاده میکردن. بچه رو یه بارکی معدن تمام که دیگه فایده نه، چون معدنش کامل چیز برمیدن، کامل تمام شد به خاطر اینکه منابعش مدام در حال ورود بهشه. 27 رودخونه داره بهش میریزه، یه باره نمیشه برش داشت چون اون رودخونه همینجوری دارن مواد میارن. چون دقیقا ببینید بچه ها، در سالهای دهه 50 و 60 تو کشور عراق رژیم صدام حسین سر کار بود که تمام منابع تالابهای عراق رو مخصوصا اونایی که در مرز ایران بود خشک کرد. و این خشک کردن رو به چه دلیل انجام داد؟ به دلیلی که در با کشورهای همجوارش به ویژه با ایران در حال تخاصم بود و به کشور ما حمله کرد در سال 59. خب حاصل اون خشک کردن ها چی شد؟
الان شده منبع ریزگرد. باد و طوفان و اینا که بلند میشه، ریزگرد بلند میشه بیاد رو کشور ما. الان میاد رو اهواز، میاد روی کرمانشاه. اکثر ریزگردهایی که در منطقه غرب کشور ما اتفاق میافتن، منابعش از کشور عراق. جان تالاب‌ها در واقع مناطقی هستن کم‌عمق دارای منابع آب و منابع گیاهی همزمان، مثل اون چیزی که در انزلی وجود داره، مثل تالاب انزلی و خیلی از تالاب‌هایی که متأسفانه از بین رفتن. بچه ها می‌دونستید که یک دلیلی که روز گذشته دوم اردیبهشت روز جهانی زمین نامیده می‌شد، شروعش با رئیس سازمان محیط زیست ایران آقای نه یه روز جهانی زمین پاک داریم که همین دیروز بوده 22 آوریل. خب اون روز زمینه، اول فروردین روز زمینه، دوم اردیبهشت 22 آوریل روز جهانی زمین پاکه، در واقع یه روز زیست محیطیه. دلیل ایجاد اون روز یه ایرانی بوده، یکی از ایرانی‌ها به نام اسکندر فیروز که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران بود، پیشنهاد میده که در دنیا یه روزی رو گرامی بدارن به عنوان روز زمین پاک. یه گروهی بودن از جمله آقای فیروز که رئیس سابق سازمان و بنیانگذار سازمان حفاظت محیط زیست ایران بود. یکی از اولین معاهدات بین‌المللی در زمینه محیط زیست اون در مورد تالاب هاست و کنوانسیون رامسر در اسفند 1349 در رامسر یه معاهده میذارن که از تالاب ها همه باید حفاظت بکنن. بچه یکی از کارهایی که در آینده در کشور ما برای استفاده درست از انرژی باید انجام بشه انرژی های جدیده. کشور ما منابع زیادی داره، هم از نظر آفتاب هم از نظر باد. کسایی که در این زمینه ها بتونن برن رشته هایی رو دنبال بکنن، چه در زمین شناسی، چه در مکانیک، چه در برق، چه در محیط زیست، میتونن به آینده ایران خیلی کمک کنن. این منابع موجب خواهند شد و تکنولوژی هایی که بر اساس اینا درست میشن موجب خواهند شد که استفاده ما به اجبار از انرژی هیدروکربنی مثل نفت، مثل منابع آب، اینا هی کمتر بشه، ما نیازمون کمتر بشه. هر چقدر به سمت این منابع استفادهمون از اون منابع که محدود هم هستن کمتر میشه و ما میتونیم در واقع با منابع انرژی پاک راحت‌تر در واقع در آینده زندگی بکنیم. بچه یه نکته مهمی هم که وجود داره تنوع زیستیه. تنوع زیستی انسان موجب شده در حدود 300 سال گذشته بیش از 200 نوع از حیوانات رو از بین برده. اگر به این ترتیب توسعه صنعتی ادامه پیدا بکنه تا 2500 سال گذشته دیگه چیزی باقی نمیمونه، همه انواع طبیعی رو از بین میبره. بشر باید با زندگی متناسب کاری بکنه که در واقع نمونه ها و نمونه های گیاهی و جانوری مختلف بتونن زندگی بکنن. یه پروژه مهم رو میخوام بهتون معرفی کنم، این توجه کنید. برای اینکه به گوشته زمین الان برسن، یعنی پوستر هفت کن به گوشته برسن، الان پروژه‌ای در ژاپن داره اجرا میشه که 1 میلیارد دلار بودجه شه و کشتی هفت وجود داره وسط اقیانوس که با همته حفاری میره وسط در واقع در وسط اقیانوس حفاری میکنه، از پوسته 7 کیلومتر عبور میکنه و به گوشته، برای اولین بار به گوشته میرسه. جان نه خطرناک نیست، این کار موجب میشه که بشر بفهمه اون زیر زمین چه خبره. این کار برای اولین باره داره الان انجام میشه. بله این کار، ببینید این حفاری، بچه این حفاری ساده ای نیست، در اعماق بدن حفاری کنن که فشار و حرارت خیلی بالاست، یعنی مدام باید دارن متاهای جدید تولید بکنن تا بتونن این کار انجام بدن. به خاطر اینکه در نه پرسیدن چرا روی زمین خشک انجام میدن،
به خاطر اینکه در زمین خشک پوسته ضخیم‌تره. اینجا پوسته 7 کیلومتر سریع‌تر میتونن به گوشته برسن. خب؟ بچه یه پروژه هم در سال 2014 یه پروژه وجود شروع شده در ناسا برای لمس خورشید. حالا ایشالله از شما بچه هایی باشن که تو این پروژه های بزرگ زمین و فضا مشارکت کنن در آینده. یکی اون پروژه حفر پوسته است، یکی هم پروژه لمس خورشیده. این از 2014 شروع شده، پروژه ایست که بخوان برن و برای اولین بار به بشر برسه، به در واقع محدوده خورشید. جان هیچ وقت به نزدیکش هم نرسید. آره، ولی این پروژه سولار پراپ پلاس رو اگه توی اینترنت جستجو بکنید، این پروژه در واقع تاش دسان هست. ناسا میشه تو تاش دسان، این برای لمس خورشید اسم پروژه است. من نمیدونم، ولی بدونید این رو پروژه ها مدام یک قسمت تحقیق و توسعه داره تا مدام بیان هم فضاپیما و هم وسایل حفاری رو طوری تنظیم بکنن که امکان ارزم به حضور شما ساخت وسیله جدید باشه تا بتونن به ماموریت رو ادامه بدن. مثل تونل مترو نیست که از قبل تقریبا بدونن از ابتدا تا انتهای تونل مترو مثلا خط 3 یا خط 7 تقریبا میدونن چه نوع آبرفتی وجود داره. یه دستگاه تی بی ام میارن حفر میکنن. در پروژه های اینجوری اینطوری نیست، یعنی نمیتونی یه دستگاه بذارن بگن خب کل این مسیر رو حفر کن و برو. مدام باید به وسایل جدید تولید بکنن. خب من از اینا میگذرم و میخوام یکی دو تا اسلاید از ایران هم نشونتون بدم. این زلزله 21 که مرداد 91 که ورزقان آذربایجان شرقیه که 306 تا کشته به جا گذاشت، و این هم زلزله بوئین‌زهراست در شهریور 41 که 55 سال پیش اتفاق افتاد و 12200 تا کشته به جا گذاشت. بوئین‌زهرا 150 کیلومتری غرب تهران، در الان در استان قزوینه. 150 کیلومتری غرب تهران در جاده تهران به همدان اگر عبور کنید، بعد از اشتهاد بوئین‌زهرا رو میتونید ببینید. ساعت حدود 11 شب این زلزله اومد و موجب یه خسارت بزرگی به منطقه بوئین‌زهرا شد. این هم زلزله 5 دی ماه 82 بمه. زلزله بم در 5 دی 82 باعث حدود 26200 کشته شد. پرتلفات‌ترین زلزله یه قرن اخیر ما بود. جان آقا بیشتر زلزله‌ها شب میان یا صبح؟ همیشه روز ما زلزله‌ها رو داشتیم. زلزله ترود در 23 بهمن 1331 ظهر اتفاق افتاد، یعنی 11:45 دقیقه روز. بیشترشون شب. نه دارم مثال میزنم برات. این زلزله 5 و 26 دقیقه صبح ما. زلزله دشت بیاض ساعت 2 بعد از ظهر اومد. فرداش زلزله فردوس ساعت 11 صبح اومد. بلی زلزله بوده که تو عصر اومده، مثل زلزله طبس 25 شهریور 57 طبس. بنابراین در تمام روز ما زلزله‌های مهم رو داریم. نمی‌تونیم بگیم زلزله‌های مهم و مخرب بیشتر در روز میان یا در شهر. عامل زلزله مشهد چی؟ عامل زلزله مشهد همین زلزله که اخیراً اومد رو میگی دیگه. یه چیزی شبیه این گسل که می‌بینید که این گسلشش به سطح زمین رسیده، موجب زلزله مشهد و همه زلزله‌های مهم ایران. یک جابجایی شکستگی در پوسته که در مشهد در فریمان اتفاق افتاد و این شکستگی ناگهانی یک اندازه ای رو از بزرگای ایجاد کرد که بزرگای 6 بود، ولی خوشبختانه چون کانون زلزله منطقه کم جمعیتی بود و زلزله هم ساعت 10 و 40 دقیقه صبح اومد، اکثر مردم بیرون بودن، بنابراین تعداد تلفات خیلی کم بود. عمق زلزله هم حدود 14 کیلومتر بود، بنابراین از نظر عمق هم از زلزله بم عمقش بیشتر برابر زلزله بم. بنابراین اینا باعث شد که اون تلفات اتفاق نیفته. جان مدت زلزله چقدر؟ متوجه نشد مدت زلزله چقدر؟
اکثر زلزله های ایران، اکثر زلزله های ایران بین حدود 10 تا حدود 30 ثانیه اون لرزه اصلیشون طول میکشن. زلزله بم حدود 12 ثانیه بود، زلزله توس حدود 35 ثانیه بود. زلزله‌ای که اخیراً در مشهد یا فریمان اتفاق افتاد حدود 15 ثانیه بود اون قسمت اصلیش. برای اکثر زلزله ایران تو این محدوده هستن. تو کدوم؟ مشهد اخیر؟ یک نفر. فقط یک نفر به خاطر اینکه وسط روز بودم که گفتم و کانون زلزله جای کم جمعیتی بود. ولی بچه ها توجه کنید یه نکته، یه نکته رو لطفاً بهش توجه بکنید و اونی که همیشه اون اتفاق خوب نمیفته که زلزله. ببین همه ما دوست داریم اتفاقات بعد جایی بیفته که هیچکی زندگی نمیکنه. گردباد و طوفان جای اتفاق میفته که هیچکی نیست وسط بیابون. زلزله خیلی شدید جای اتفاق میفته که هیچکی نیست. اینو اتفاقات طبیعی اگر جای اتفاق بیفتن که کسی زندگی نمیکنه، دانشمندان میرن از اطلاعاتش استفاده میکنن، خیلی اتفاقات خوبی میشن، چون فقط میشن داده هایی که دانشمندان میشن روش کار میکنن راجع به زمین اطلاعات بیشتری به دست میارن. ولی همیشه اون اتفاقات خوب نیست. زلزله بم رو نگاه کنید، کانون زلزله جای قرار گرفت که 100,000 نفر جمعیت اونجا بود و این فاجعه رو درست کرد، شهر از بین برد. ما وظیفمون در علم این نیست که فرض بذاریم بر حالت خوب و خوشبینانه. ما همیشه باید بیاییم اون حالت بدبینانه رو برداریم. شما اگر ایشالله همیشه سلامت باشید، ولی اگر پیش دکترم برید، دکتر اما اول به شما نمیگه که حالا برو ایشالله چیزی نیست، شروع میکنه با شک، میگه آزمایش رو بده من مطمئن بشم، همه رو میخواد چک کنه، درسته؟ پس این کارش اینه که بیا تمام موارد بد رو نگرانش باشه، راجبش چک بکنه و بفهمه که آیا اگر چنین اتفاقی افتاد آمادگی وجود داره یا نه. این اتفاق در بم وجود اتفاق افتاد و خب ما با این تلفاتی که دادیم نشون دادیم که آمادگی رو نداریم متاسفانه. جان نه سیمت میره پایین و اینا داستانه، کسی همچین چیزی رو نمیتونه بگه، کسی هم راجع به 10 سال هم نمیتونه حرف بزنه. ولی در تهران و منطقه که شهرهای بزرگ ما هستن مثل تبریز، مثل مشهد که جمعیت زیادی داریم، این دقت رو باید داشته باشیم که میزان آمادگی اون بالا باشه. چرا؟ چون تو همه این مواقع مواردی که گفتم زلزله مهم قبلی اتفاق افتادن، بنابراین اگر اتفاق بعدی بیاد ما ممکنه حادثه‌ای که برامون اتفاق میفته از جنس حادثه بم باشه. مرکزش اگر تو شهر باشه خدای نکرده در تهران و تبریز و مشهد، ما آسیب بیشتری رو ممکنه ببینیم. حالا من اگر از این اسلاید تقریبا در ایران مشابه هم دیگه است. ببینید بچه این اسلاید دقت کنید لطفا، این الان چی رو نشون میده؟ این نشون میده که تراکم جمعیت در این آمار 1395 همین آماری که اخیراً سرشماری شده، جمعیت در کجا بیشتره؟ هر جا که رنگ تیره تر از جمعیت بیشتره، دوروبر تهران، تبریز، مشهد، اصفهان، شیراز، اهواز و کرمانشاه و منطقه غرب جمعیت بیشتره. خب حالا اگر در چنین منطقه‌ای جمعیت ایران الان بیشتر شده شهری تا جمعیت 25% روستایی، جمعیت ایران بعد از انقلاب بیشتر شهریه، 75% جمعیت ما الان تو مطابقه جان غیر ساکن عشایر هستن، جمعیت که جابجا میشن مدام 1%، 0.1%. خب ببینید خطرهای مختلفی که این مناطق جمعیتی رو تهدید میکنه کجاست. اولا سیل، جایی که رودخانه ها هستن خطر سیل هم هست، جمعیت در اون مناطق هم بیشتره. چرا؟ چون جمعیت بیشتر کنار رودخانه هاست. ما باید مواظب باشیم کنار رودخانه ها چجوری زندگی کنیم. 2 سال پیش در کنسولوان سیل اتفاق افتاد، مردم برای تفریح رفتن کنار رودخانه کن، سیل اومد و اون حادثه بزرگ رو با 20 تا کشته درست کرد. در سیجان کرج 7 تا کشته داد. این رودخانه تا
طغیان کرد در یک لحظه و 7 دقیقه فقط طول کشید این سیل. 7 دقیقه ضرب 7 دقیقه تمام این مسیر وسط روستا رو سیل برد. این بلوک سنگی بزرگ که میبینید جاده کنسولوانه، اگر جاده امامزاده داوود رفته باشی یا یک بازدید زیارتی مدرسه براتون امامزاده داوود بذاره، از کنار این بلوک سنگی رد میشید. خب حالا ایشالا آقای آرسته براتون بازدید میذاره. این بلوک نشون میده بچه ها، ببینید تو طبیعت، ببینید تو طبیعت باید به نشانه ها فکر کنید. این بلوک، این قد این ماشین میبینید چقدیه؟ این بلوک رو ببینید چقدر بزرگه؟ این بلوک سنگی بی خودی نیومده وسط دره. این بلوک سنگی جابجا شده. با یعنی اون بالا اومده؟ از بالا اومده. ببینید ابعاد نگاه بکنید. این بلوک به این بزرگی بشر که نمیاد این بلوک به این بزرگی رو بذاره وسط دره که. یه اتفاق اینو آورده. دانش زمین‌شناسی به شما کمک میکنه که به این اتفاقات فکر بکنید. خب؟ حالا 9 روز پیش در قلعه‌زار آذرشهر سیل اتفاق افتاد، 41 نفر از هموطنهای ما از دار رفتن. میدونید دلش چی بود؟ جایی که مردم دور برگردان بود، زیر گذر پل دور برگردان بود، گفتن خب معمولا که خشک دیگه، رودخانه دیگه ها، پس اینجا یه دونه جاده درست بکنیم، ماشینا میرن اونجا میخوام برگردن، برن از زیر پل برگردن. سالها از زیر پل میرفتن برمیگردن، اتفاقی نمیافتاد. درست جمعه بعد از ظهر سیل که اومد چند تا ماشین رو با خودش برد، چند تا کشته به جا گذاشت. دور برگ... یعنی رفتن و ساختن تو مسیر رودخانه ها میتونه فاجعه درست بکنه. ها حالا مسئله خشکسالی اشاره کردیم و گرم شدن که به اهمیت آب را ابتدای جلسه گفتیم. این اسلاید میخوام لطفا توجه کنید بهش. ببینید این اسلاید مال حدود 10 سال پیشه که ناسا گرفته از منطقه خاورمیانه. این تصویری است که گرفتن از منطقه گرم و خشک در ناحیه خاورمیانه. خشک‌ترین جا در خاورمیانه می‌بینید کجاست؟ جایی است که در شمال سوریه و شمال عراق و جنوب ترکیه. اینجا گرمترین نقطه و خوش منطقه خوش‌سالی بوده. الان اونجا چه خبره؟ جنگ. خوش‌سالی اگر در جایی شدید باشه میتونه بروز موجب بروز اتفاقات ناامنی و امنیتی بشه و مسئله جنگ بشه. اینجا الان داعش یه قسمت‌های زیادیش داره حکومت می‌کنه. گروه‌های تروریستی و تکفیری و اینا همه اینجا مشغولن. پس بنابراین میخوام بگم بعد توجه کردن به طبیعت مهمه، حتی میتونه امنیت رو در مناطق مختلف تحت تأثیر خودش قرار بگیره. 75% از خاک کشور ما درگیر خشکسالیه. خب مسئله خشکسالی مسئله جدی و اساسیه در جاهای مختلف ایران. ایلام، سیرجان، مهارلو، استان یزد، همدان، زاینده رود و این آخرین نقشه خشکسالیه که نشون میده استان‌های متعددی از ما در سازمان هواشناسی تهیه کرده در معرض مسئله خشکسالی هست. این دریچه ارومیه است که گفتم ما باید بهش توجه کنیم. خوشبختانه پروژه خوبی داره اجرا میشه برای احیای دریچه ارومیه و مسئله ریزگرد رو که مخصوصا استان‌های غربی ما، استان‌های مرکزی و اخیراً تهران و استان‌های شرقی و جنوبی ما درگیر مسئله ریزگردن. ببینید مسئله ریزگرد اگر کنترل نشه عملا دیگه حیات متوقف میشه، چون مردم دیگه نمیتونن اونجا زندگی کنن. حجم در واقع ریزگرد غیر مجاز در هوای شهری مثل اهواز گاهی بیش از به 10 برابر حد مجاز میرسه، یعنی مردم عملا باید خاک تنفس کنن. به خاطر اینکه هر چی که گذشته، بعد شما داشتید توضیح دادم، گفتم در دهه 50 و 60 مثلا دهه 60 یک رژیم متجاوزی در عراق ساکن بود به نام رژیم صدام حسین. اینا به دلایل امنیتی که خودشون داشتن اومدن تالاب‌ها رو خشک کردن به خاطر اینکه اهداف توسعه طلبی داشتن، به ایران حمله کردن، به کویت حمله کردن و فکر می‌کردن تو تالاب‌ها ممکنه آسیب نظامی ببینن. اینا رو مالا خوش کردن. الان پهنه وسیعی دوروبر ایران همین طالب های خوش شده.
باد که میزنه خاک رو بلند میکنه میاره رو سرزمین ما. یکی از کانونهای مهم ریزگردها، ریزگرداست که از کشور عراق میاد. شاید شما تعجب بکنید ولی برای اینکه این مشکل ما باید بریم حل بکنیم، الان دولت ما چاره‌ای نداره تا بره با کشورهای بغلی، حتی تو اون کشورها سرمایه گذاری کنه و یه کاری کنه که ریزگرده اونا کنترل بشه. این شاید عجیب به نظر بیاد ولی چاره‌ای نیست. به خاطر اینکه مردم خودمون سالم بمونن، الان باید بریم تو کشورهای همسایه هم شده پروژه‌های اجرا کنیم که مشکلات رو اونجا هم شده بیاریم پایین با روش‌های مختلف. چاره‌ای نیست، وگرنه خودمون نمی‌تونیم تو این منطقه زندگی کنیم. این البته یه قسمتش هم اینه که خوش‌سالیت در این دو سه دهه در ایران هم بیشتر شده. یعنی خیلی از منابع ریزگردی که در تهران می‌بینید مال بیابانه‌های اطراف تهران، مال همین استان تهران، باد که می‌زنه خاک رو بلند می‌کنه و همین‌طوری میاره تو شهر تهران. این گسلای ایرانه که منبع زلزله‌های ایرانم. این زلزله‌های 117 سال اخیر کشور ایران دارید ملاحظه می‌کنید و این خطر زلزله در ایرانه. ببینید خطر زلزله در جاهای پرجمعیت ما مثل تهران و تبریز و در جنوب ما بیشتر. حالا اگر خطر، بچه این نکته دقت کنیم بیاد بسپرید لطفا، خطر رو، خطر اگر وسط بیابون اتفاق بیفته گفتم برای دانشمندا خوبه، ما هم همه خوشحالیم. یه خطری هست که مربوط به طبیعت، ها؟ همون خطر اگر وسط، خدای نکرده، وسط میدان انقلاب تهران اتفاق بیفته چی میشه؟ میشه فاجعه. پس برای ما مهمه که ریسک چیه. فرق خطر و ریسک اینه، جایی که انسان زندگی میکنه جای ریسکیه. خب اگر جمعیت در نظر بگیریم، اگر جایی که جمعیت بالاست خطرم بالا باشه چی میشه؟ ریسک بالاست. الان این نقشه ریسک نشونتو بدم، نقشه جدیده. ببینید ریسک بالا در ایران در کجاست؟ یکی در تهرانه، در تبریز، مشهد، شیراز، اهواز و منطقه جنوب ایرانه. جایی که جمعیت بالاست خطرم بالاست، ریسک بالا. الان دولت اگه میخواد داره برنامه‌ریزی کنه باید به این نقشه نگاه کنه ببینه کجاها رو باید براش برنامه‌های بیشتری بذاره، مردم رو بیشتر آگاه کنه. یکی از کارهایی که میشه ریسک رو پایین آورد چیه به نظر شما؟ کاهش جمعیت. یک کاری کنیم که جمعیت از اون مناطقی که ریسکی هستن دور شه. این میشه یکی. این دیگه چی؟ مقاوم سازی. ساختمونایی که تو مناطق هستن مقاوم بکنید که اگه تکون خوردن رو سر مردم نریزن. دیگه میشه این زلزله رو از اینجا آزاد کرد؟ نه نه نه، بشر هنوز نمیتونه زلزله آزاد کنه. میتونه زلزله تولید کنه ولی زلزله های کوچیک. آمادگی مردم، بشر میتونه با بالا بردن آمادگی مردم مثل که چیزی که در ژاپن اتفاق افتاده ریسک رو بیاره پایین. خب تمام هدف علم در امروز دنیا اینه که ریسک رو بیاریم پایین. چیکار کنیم؟ فکر کنیم ریسک رو بیاریم پایین. خب خوشبختانه شما خیلیاشو گفتید و یکی دیگه از کاراش اینه که آموزش و تربیت نسل جوان و پیوستن فکرهای جدید به این کار، یعنی نسل شما بیان راجع به این موضوعات فکر کنن، ایده هایی بدن ببینن چیکار میشه کرد برای اینکه ریسک رو در کشور بیاریم پایین. چون این سرزمین که هست این خطرات هم هست، 100 سال دیگه هم آدما میان وای میسن تو همین سرزمین راجع به همین حرف میزنن. پس باید یه جوری خودمون رو سازگار کنیم، باید کنار بیایم. به این میگن تاب‌آوری اقلیمی. این اقلیم ما، سرزمین ماست با مسائل مختلفی که داره، هم نکات مثبت خوب داره هم نکات خطرناک داره. ما دونیم چجوری میتونیم باش کنار بیم. اجداد ما با این خوب کنار میومدن چون جمعیتشون محدود بود، حد اکثر 5 میلیون جمعیتشون بود تا 200 سال پیش، الان 80 میلیونه. ما باید ببینیم با این 80 میلیون چطوری میتونیم با این پدیده کنار بیایم. اگر یکی از کارهایی که برای کاهش ریسک انجام بدیم، جای حساس اون باید خیلی مقاوم باشه. توی شهر این بیمارستان بمه، توی شهر جایی مثل آتش نشانی، بیمارستان باید مقاومتش خیلی بالا باشه که تاوریش خیلی بالا باشه که اگر اتفاق بدی افتاد اول اونا از بین نرن. متاسفانه تو خیلی از زلزله اول همه اون جای امدادی از بین میرن. خب شما مردم میخواید برای بیمارستان وجود نداره، تو همین بیمارستان تختا رو گوشته بودن بیرون برای اینکه مردم رو درمان کنه. خب من به اون 40 دقیقه که گفته بودم قول داده بودم آقای آرسته صحبتم کردم، اگه سوالی بچه‌ها دارن من در خدمتم. جان سلام.
متوجه نشدم، بلند بگید. آقا فنری که زیرخونه که منتازه بسازن چند دست آقا از زیرخونه؟ ببینید یکی از روش هایی که بشر برای کاهش ریسک، نکته درستی شما گفتید، انجام میده مخصوصا در 40 سال اخیر بهش میگن بیس آیزولیشن، یعنی جدا کردن از پی. جدا کردن از پی برای چه انجام میشه؟ بشر اومد نگاه کرد، میگه اگه این ساختمون بخواد خراب بشه چه اتفاقی واسه خراب شدن میشه؟ تکون خوردنش، جابجاییش. خب بیام یه فکری بکنم جزء روشهای کاهش ریسک که زمین که تکون میخوره ساختمون تکون نخوره، این کارو بکنیم. با چه روشی؟ بیام اینجا فنر یا لاستیک یا جسمی رو بذاریم، بعد زمین تکون میخوره این فنر یا لاستیک تکون بخوره ولی این ساختمون رو تکون نده. این اون کاری است که بشر به عنوان بیس آیزولیشن داره. چرا؟ در ایران هم استفاده شده، منتها چند تا نکته وجود داره. یک، این کار برای همه ساختمون ها نمیتونه انجام بشه، برای ساختمون های خاص باید داره انجام بشه، تکنولوژی خاص. نکته دوم، شما نباید برید شهرسازی غلطی بکنید، برید رو گسل ها برجای بلند بسازید بعد بگید نه من بعدا میرم اونجا فنر بذارم زیر ساختمون. مثل که یه نفر برداره یه سنگ بزرگی رو بزنه تو سر خودش، بگن چرا این کار میکنی؟ میگه نه من بعدا میرم دکتر درمان میکنم. خب میگه چرا سنگ رو میزنی سر خودت؟ نزن دیگه. جان نه فهم چی بزنی؟ مایات سیال آب رو نمیدونم، ولی سیالات جزه یکی از همین بیس آیزولیشن وسایل جداسازی از پی هستن. سیالات هستن بله. آقا تو چه حالتی با سیالات هستن؟ چه کنم؟ چه مخزنی باید؟ تو چه وضعیت باشه؟ اگه اینجوری باشه که مثلا مخزن آب هست؟ معمولا جایی که تا وقتی که من میدونم، من خیلی نمیدونم، جایی که شمکوبیا وجود داره، معمولا جایی که شمکوبیا وجود داره یکی از جاهایی که میان، و جایی که شناژ ساختمون ها وجود داره میان اونجا این وسایل رو، اهم از اینکه سیال است یا فنر یا لاستیک، میذارن که ساختمون وقتی شروع کنه حرکت کردن کمتری حرکت بکنه، این وسایل تکون بخوره. خب دیگه سوال نیست؟ مرسی، قربون شما، سلامت باشید. سلامت باشید.